برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی به مخالفان مسلح دولت وابستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌نویسد نامزدان مورد حمایت برخی از رهبران شورشیان هم وارد رقابت شدند. نهادهای ناظر بر روند انتخابات پذیرفتند که از ضعف این روند شورشیان سود بردند. فیفا می‌گوید انتخابات پارلمانی با نارسایی‌های زیاد همراه بوده است. عزیز مبشر با جزئیات بیشترین گزارش. انتخابات پارلمانی در نخستین روز هفته جاری برگزار شد. زمزمه ها در مورد این که این انتخابات با نارسایی های زیادی مواجه بوده در حال افزایش است. نهادهای ناظر بر این روند از تقلب گسترده خبر می دهند. 157 مورد خشونت فیزیکی در 28 ولایت صورت گرفته و اکثر خشونت فیزیکی از طرف زورمندان محلی بوده که اکثرا با استفاده از سلاح صورت گرفته. این خشونت علیه کاندیدای دیگه بوده یا طرفدارا و رای دهنده ها بوده، علیه کارمندای کمیسیون، علیه ناظرین صورت گرفته. و امروز خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که مخالفان مسلح دولت هم در رقابت های انتخاباتی شرکت داشتند. بنا به گزارش این خبرگزاری، ده ها نامزد انتخاباتی به جریان سیاسی حزب اسلامی وابسته است. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز مدعی است که از ضعف روند برگزاری انتخابات شورشیان به نفع خود استفاده کردند. یک نوعی از ناامنی و خشونتی که به صورت مستقیم از طرف مخالفین مسلح حکومت و طالبا اعمال می شد و نوع دیگرش که به صورت واضح مشهود و برهنه در 28 ولایت کشور ثبت و راجستر شده. افراد زورمند مسلح که با استفاده از سلاح و قدرت خود علیه مردم و رای دهنده ها به صورت مستقیم خشونت اعمال کردند. فیفا میگوید روند ضعیف برگزاری انتخابات سبب شده شماری از افرادی که دستشان به خون مردم آلوده اند نیز وارد بازار انتخاباتی شوند. بر اساس ادعای مسئولان فیفا، شماری از نامزدان انتخاباتی رأی مردم را با وسیله پول یا تهدید به دست آوردند. 300 مورد تهدیدات در سراسر کشور در 34 ولایت از طرف ناظرین ما در روز انتخابات ثبت شده که این تهدیدات بیشترش برمیگرده بازم به قدرتمندان محلی که با استفاده از زور، نفوذ و سلاح در ساحه داشتند. این میرسانه که در جریان پروسه موجودیت افراد صدمات شدیدی را بر پروسه وارد کرده. روند برگزاری انتخابات پارلمانی که نامزدان بیشماری در آن شرکت کرده بودند همکنون با اما و اگرهای فراوانی مواجه است. رئیس جمهور کرزی نیز از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته تا تخلف و تقلب‌های انتخاباتی را به شکل جدی بررسی کند. در این انتخابات حدود 2500 نامزد برای به دست آوردن 249 کرسی پارلمان به رقابت پرداختند. نیروهای ISF میگویند که 9 نظامی نیروها بر اثر سقوط یک هلیکوپتر در جنوب کشور کشته شدند. در خبرنامه این نیروها گفته شده است که 2 نظامی ISF، یک سرباز اردوی ملی و یک غیر نظامی آمریکایی در این رویداد زخمی شدند. بر اساس این اعلامیه از حضور نیروهای دشمن در محل حادثه گزارش نشده و تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. با کشته شدن نزدیک به 10 نظامی ناتو در افغانستان بر اثر سقوط یک چرخبال، روز سه‌شنبه یک روز خونین برای نیروهای ناتو به شمار می رود. شمار قربانیان نیروهای خارجی در جنگ افغانستان اخیراً افزایش یافته است. دفتر مطبوعاتی آیساف اعلام کرده که 9 نظامی این سازمان در اثر سقوط یک چرخبال در جنوب افغانستان کشته شدند. گروه طالبان مدعی است که عامل سقوط این چرخبال جنگجویان این گروه است، اما سخنگوی ناتو این ادعای طالبان را رد می کند. اخیراً گزارش هایی وجود داشت که گروه طالبان راکتی که بتواند چرخبال های نظامی را هدف قرار دهد به دست آوردند. ناتو در اعلامیه خود گفته که از حمله طالبان بر این چرخبال گزارشی در دست نیست و تحقیقات در مورد سانحه جریان دارد. سخنگوی ناتو بر رسانه‌های خبری گفته که آنها در مورد حمله شورشیان بر این هلیکوپتر تاکنون گزارشی در اختیار ندارند. بر اساس اعلامیه ناتو در این حادثه 2 سرباز دیگر ناتو، 1 نظامی اردوی ملی و 1 غیر نظامی آمریکایی زخمی شدند. محل دقیق این حادثه و همچنین هویت نظامیان کشته شده اعلام نشده است. تلفات این سانحه هوایی شمار نظامیان خارجی را
که از اول ماه جاری میلادی در افغانستان کشته شده اند به 29 نفر میرساند. این در حالی است که شمار کشته شدگان ناتو در طول سال 2009 به 521 نفر میرسید. ناتو افزایش آمار تلفات نظامیان خارجی را ناشی از گسترش عملیات نظامی علیه شورشیان میداند. با کشته شدن نزدیک به 10 نظامی ناتو در افغانستان بر اثر سقوط یک چرخبال، روز سه‌شنبه یک روز خونین برای نیروهای ناتو به شمار می‌رود. یک گزارش داخلی دیگر این که والی ولایت میدان میگوید که او گزارش‌ها در مورد تقلب‌های گسترده انتخاباتی در این ولایت را نمی‌تواند تایید کند. محمد حلیم فدایی از پاسخ دادن به میزان اشتراک مردم ولایت میدان وردک در انتخابات خودداری کرد. بر اساس گزارش‌ها در 4 ولسوالی این ولایت از جمله در ولسوالی‌های چک، سیدآباد، جغتو و جلگه به دلیل ناامنی انتخابات برگزار نشده است. کریم سروش گزارش می‌دهد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از تهدید زورمندان محلی و تقلبات گسترده در 28 ولایت کشور خبر داده است. اکنون محمد حلیم فدایی والی میدان وردک به عنوان نخستین والی در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی در این ولایت در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. از کنفرانس یک ساعته خبری او چنین برمی آید که انتخابات پارلمانی در ولایت میدان وردک بدون مشکل برگزار شده است. آقای حلیمی از پاسخ دادن در مورد میزان مشارکت مردم و ادعاهای تقلب در انتخابات خودداری کرد. برابر کمیسیونی سمای شکایات وجود دار. هر گزارشی که و هر شکایتی که باشه دوجه یک میکانیزم وجود دار و اونا در ارتباط باید تصمیم بگیرن. نه من درست است ولی وجود باشه. با این حال اما فیفا ولایت میدان وردک را از جمله ولایت های خان که در بسیاری موارد در آن تخلف و تقلب انتخاباتی رخ داده است. بر اساس گزارش ها در 4 ولسوالی چک، سیدآباد، جغتو و جلگه ولایت میدان وردک به دلیل ناامنی انتخابات برگزار نشده است. با این حال والی این ولایت افشای میزان مشارکت مردم و بسته بودن مراکز رای دهی را خلاف اصول خبرنگاری خان. ما باید عادلانه باشیم در موضوعات. ما از همه بیشتر ما هم ژورنالیست بودیم. آقای فدایی از کمیسیون شکایات انتخاباتی از نهادهای عدلی و قضایی خواست با متخلفان انتخاباتی مطابق قانون برخورد کنند. تا اینجا گزارش های افغانستان تقدیمتان شد. گزارش های منطقه و جهان تا لحظات دیگر. اما اینک میبینیم